فردا اولا تعنیته میدونین اسارا به تبت کسی که میتونه از نظر مزاجی میتفاست که تعنیت بگیره. امشب تا دیر وقت میشه غذا خورد، فردا صبحم اگه کسی آدو وایز نتونه تعنیت بگیره میتونه فردا صبحم صبح زود بلند شه، مثلا ساعت 5 بلند شه غذا بخوره بعد تعنیت بگیره. قرص خوردن که مسئله نیست، قرص خوردن کیپورم میشه. ولی این تعنیت تو اثر به تدت حتی عرض که باید قهوه اونه که فرشور میشه خورد قبل از چیز، قبل از اون که قبل از طلوع فجر، یعنی تقریبا نمیدونم دقیقا فرشور تا ساعت 5:30 اینطورا میشه، میشه چای خورد قهوه خورد و حتی غذا هم میشه خورد. کسی که اگر غذا نخوره نمیتونه تعنیت بگیره، میتونه غذا هم بخوره. آره چه عجب تعنیت میگیریم چون عصاره به تبت وقتی که محاصره یروشلایم آغاز شد. محاصره یروشلایم عصاره به تبت آغاز شد و بعدش این محاصره ادامه داشت چند سال تا 17 به تموز. دشمن رخنه کرد، اومد توی شهر کشت و کشتار کرد تا نوعی که به تمازش ها سوزند و ایسیانه رو برد گلوت. حالا ناوی قول داده که تمام این ایام تعنیت به جز کیپور از ایام تعنیت و روزه تبدیل میشه به ایام شادی و ببینیم باروخ هشم. ما تو دوره زندگی میکنیم که این قولایی که هشم داده داره اجرا میشه. باروخ هشم الان یروشلایم ما داریم، یروشلایم هر روز آباد و آبادتر میشه. اتفاقا امروز تو اخبار چیز خیلی جالب خوندم. خوندی شما؟ اخبار اسرائیل هم دارن یه رکبت، یه قطار خیلی سریع میکشن که از تل اویو تا یروشلایم 22 دقیقه تو ان تو ایرپورت هم استاپ میکنه. آره حالا گوش کنی، حالا این امسال میکنم افتتاح میشه چند متر. بعدن این قطار رو میخوان ادامهش بدن از زیر زمین 50 متر زیر زمین فکر کنم. ایستگاه بعدیش میفته رو خوب یافو و ایستگاه بعدیش بغل کوتل. کجا؟ تو روبا یهودی. بعدن اسم اون ایسکایه را تو ایران عتیقه میخوام بذارن ترامپ. تو ایران هم گفت رسی؟ تو اخبار ایرانی من شنیدم گفت ایسکایه بذارن ترامپ. اسم ایسکایه را ما این دیزنیلند دی تک ترامپ. It's gonna be cold. یعنی اون که به خصوص توی ایران عتیقه است، یعنی که توی ایران عتیقه است دیگه از اونجا 2 دقیقه است تا کوته. از اونجا 2 دقیقه است تا کوته اونجا از روزم چون یعنی چی؟ یعنی اینجا میتونین برین نان استاپ الال سوارشین 14 ساعت بعدش برسیم تو ایرپورت بن گوریون، از اونجا سوار قطار بشیم و نیم ساعت بعدش میتونین تو کوته بشیم. حاضر؟ بیوتیفول بیوتیفول هم ماشینا به مت 14-15 ساعت آدم اینا جز تو LAX سوار هفته ما میشه میتونه برایش تو کتل هم عربی باشه آن ترین سریع عالی بیوتیفول. سو میبینیم که جدن این چیزایی که قولایی که دادن این تعنیات تبدیل میشه به ایام شادی به حضرت هشم، میشه موعد عصرا به تبت، موعد تیشا به آو، موعد شیب عصرا به تموز. چه دیگه رادیو ایران گفته اینا رو من تجربه میکنم.
واو اوکی نمیشه شما خوشحال میکنه نوشته شدودی پارک هم به اسم ترامپ کرد کار کنه حالا پارک آره اینا که اونها جای خودشه ولی این که بیان ایسکای این چیزه قطاری که درست بغل کتل هم معرابی به اسم این بذارن ایتس بیگز خود یه نفر هم گفت باید بسرش میشه برخ بخونیم بله اسرائیل Anyway, fine. So, بریم سر تهیلیم فردا توره هم در میارن البته خب اینوی پنج شنبه است توره در میارن ولی توره که میخونن برای مال تهنیته بعد از ظهر هم من فکر کنم 4:20 ما اینجا چیز میخونیم right. ما اینجا 4:20 فکر کنم 4:10 نه زودتر 4:10 تورا در میاریم مینخاو و به عزت شم مینخای تهنیت و بعدش هم دیگه این ساعت تقریبا 5:30 تهنیت برخواست و واجب کسی که از نظر مزاجی میتونه باید بگیر تهنیت کسی که مریضی داره خدا نکرده معافه تهنیت سبکیه و گفتیم قرص خوردن اینم هیچ مسئله نیست فاین تو تهیلیم ما کجا هستیم 107 قفزین و اینو من اون هفته خانم گفت بخواه برن هتل شبات و تلسن این چیزی که میگفتم اینه یه مگنته چون میده الان کسی که لاس وگاس که نمیره به جاقه شما سوره که برن ولی اگه مثلا شبات تو هفته شما سوره هنی لون تنته میشو رسل اشتمش کسی اضافه من نداره رسل اشتمش که بتاهم اینو ما درست کرد ببینی این الان چون همه هتل ها چیزه همه هتل ها کلیش برقیه شبات ایسه پرابلم ما این مسئله رو کیپور هم تو به بلی بلشر داریم بعدا اینو ما درست کردیم اینو که بزنن اون جایی که بزنن لوله چینو باید تو دره بذارن جایی که دره بسته میشه اینو بذارن اون وقت قفل نمیشه اینو که نگاه کنیم این الان قفل درسته ولی اینو که بذاریم اینجا یعنی دره قفل نمیشه این مگنته This is the best thing من تو ایسکوست یک کانونشن بودم ولی اینجا هم اگه کسی میره شباتا تو هتل و اینا اگه نه لازمش نداره It is just for that purpose It's a great idea خب تهیلین قف زین یود گیمه 107:13 و از اول هشم و تر لهم نتوبوته هم یوشیم گفته مزمور مزموریه که برخای گمل از این مزموره میاد کسایی که در بند هستن در عذاب هستن وقتی رهایی پیدا میکنن و از اول هشم و تر لهم یعنی فریاد میزنن به حق دوش برکو وقت تنگی میمتسوقوته هم یوشیم خداوند از اون عذابی که آدم توش هست آزادش میکنه البته این کی میاد پسوق قبلی رجب کنیا بود وقتی آدم تسلیم میشه وقتی آدم مطیع هشم میشه تو نبی میفرماید زیوخه الوکیم روح نشبارا یعنی که قلب شکسته یه قلب شکسته که میدونین آدم بیگناهی که قلبش میشکنه همه قلبش رو شکسته است یه قلب شکسته اونم عاشقه یکی قلب شکسته است نمیدونم ولی میدونیم گریه های بی خود هیچ فایده ای نداره بارها این عرض کردیم تو که بارها میفرماید بعد از بیت المقدس خراب شد دروازه های تفیلا بسته شد ولی دروازه های عشق هیچ وقت بسته نشد کسی که عشق میریزه اون مستقیما میره به درگاه عشق بعد کاتکره به میپرسه آه هی نویتی لخ من گفتم شما رفتیم مسافرت رو نه رفتیم اومدیم اوکی گود ثانک یو اوکی فاین ثانک یو سو مچ اینجا نشون دادیم چجوری هم ایت ورکس یو جست اد سمیم از این روز بذارن اینا ثانک یو سو مچ اوکی انیوی سو چی گفت پس اینو کاتکره به میگه که
اگه دروازه های عشق هیچ وقت بسته نمیشه، پس اصلا دروازه واسه چی لازمه؟ اگه واسه عشقای بی خود، چون ما عشق بی خود زیاد میریزیم. خانم‌ها وقتی پیاز هم پوست میکنن عشق میریزن، اون عشقه میگن خانم‌ها عشقشون دمه مشکشون اجازی میگن زود. ولی the bad news is که تو گمارا میگه آدم باید خیلی مواظب باشه، میگه مواظب باشه که خانمشو به گریه نندازه. چرا؟ میگم ببینین، مرد از خاک، زن از استخونه. خاک اگه یه شیاری توش بیفته جاروش میکنه خوب میشه، ولی استخون، ولی استخون اگه توش یک شیار بیفته واویلاست. سو اینجا ولی اینجا باید زن ها باید موضوع باشه اینکه عشق بی خود نریزن. عشق بی خود هیچ جای نمیره، چه فایده نداره. ولی کسی که جدن آدم مظلوم، آدم ظالم هم بعض وقت گریه میکنه، ولی یک شخصی که مظلومه، بهش ظلم شده، بیگناه بهش ظلم شده و گریه میکنه، اون گریه ردخور نداره. شرط دیم آم هیچ وقت قفل نمیشه باز. شرط فیلا بسته میشه، بعد از خوربان بسته شده، ولی شرط دیم آم چیز عشق، عشقی که بی خود نیست، عشقی که آدم مظلوم، تو داری یه ویکتیم. من تو اخبار اسرائیل میرم نگاه کردیم، دیروز بود پیروز خانم واسه من فوروارد کرد، نوشته بود یک عروس توی یک بتخالیم تلشومر کلیشا به مادر شوهرش هدیه کرده. بعدن مادر شوهره میگه ببین معمولا عروسا بخواهن کلیه مادر شوهرش رو در کرد. میگه این اصلا امیزینگ، اصلا تو همه تو اخبار اسرائیل چیز بود و چقدر میده دوتایشون یه رد شما این بارو خشه این بارو خشه این بارو خشه این بارو. That's what it should be. جدن اینا نکی با هم دیگه دشمنی داشته باشن. میگفت اینا عروسه میگفت ببین من دیدم که اینا مادر شوهرم اگه بش میگه من جونش نجات دادم بارو خشم. میگه هیچ کدوم بچه هاش چیز نبودن، باید مچ باشن. کسی که کلیه چیز میکنه باید مچ باشه، چون مچ نبودم من مچ بودم بارو خشم. گفت این خیلی خیلی مادر شوهر مهربونیه، مادر بزرگ بچه های منه، چرا که نه؟ That's the way it should be. That's the way it should be. ولی متاسفانه تو گمارا میگه اگه یه روزی الاغ از نردبون صاف رفت بالا، عروس و مادرشو هم با هم دیگه خوب بشن. برو خشم شما همه بهترین، اگر مادرشوهراتون در حیاتن حتما you have the best. Best of the best. منظور بله. میگم من از این حرفا خیلی ناراحت. از چه حرفی ناراحت میشی؟ اسم مادرشوهر و عروس میاد. من میگم اینا عزیز عزیز ما هستن. من چهار برخا عروس دارم. عزیز عزیز ما هستن. اگر من این عزیز و عزیز داشته باشم، عزیز منو خوب نگهداری میکنه. من یه به هزارا چندین نفر گفتم اینقدر اسم مادرشوها رو خراب نکنن. That's right. من هم بشی دعا میکنم. عروس هم اسم خودشون خراب، عروس هم هر عروسی عروس شما نمیشه. برو اینو منظور که ببینین اینجا، اینو ببینین اصولا باید بدونیم که روابط خانوادگی تو که ما رو میگه میبسر خلطیت الله، میگه ببین از فامیل نمیتونی ایش وقت چشم پوشی بکنی. میبسر خلطیت الله، آدم نسبت به بستگانش میدونین وظیفه داره و اون وظیفه گرفتن نیست، دادنه، خسده. شاید اسباب بازی دیگه نیست که باید بازی کنی اینجا شما میشن. بیاد اینجا پیش من بشین. بخوای You wanna sit next to me? Come here. Sadiq. What's his name? اسمش Michael. Wow. My son-in-law is also. I like Mike. Anyway, آدم باید عروساشو دوست داشته باشه، دوماداشو دوست داشته باشه، باید
فامیل خیلی مهمه. میگه یعنی روش شما من میگفت دفعه یه نفر میاد تو شهر خواسته پول جمع کنه شنوره، بعد میره پیش راو کنیسا میگه که ببین من اومدم اینجا، من محتاجم و این و اون، در ضمن من با تو نسبت دارم. میگه چجوری؟ میگه این چند تا اتوبوس میخوره. اینم میگه کاروف رخوک. میگه تو کاروف یعنی نزدیک، رخوک یعنی دور، یعنی تو میگه فامیل دور هستی، کاروف رخوک. اینم هیچی نمیگه. بعد میرن، بعدا میخواستن تفیلا بخونن، این چیزه این راوه سال داشته شالیخ سیبور میشه، شروع میکنه میدونی خضرات هشست و هشکه میکنم، یعنی الوکینو الوکه ابوتینو الوکه ابراهام، خدای ابراهام ایساق یعقوب، اینم تا اینا رو میگه. میگه کاروف رخوک. میگه اگه تو به من میگی من نه فامیل دور هستم، ابراهام ایساق یعقوب خیلی فامیلای دور هستن، چه عجب بینه تفیلا بخونی. منظور روابط خانوادگی it means a lot می بسرخال تیتالام، و باید اینجوری باشه مثل این عروس با مادر شوهر، اینه باید نمونه باشم که جدن مادر شوهر حاضر بشه کلیه بده، خدا احتیاج نداشته باشه به عروس و بالعکس. تو هم میدینی یه نفر یه چیز بوده آدم خیلی وقتا میدینین وقتی میده در حقیقت داره میگیره. تو تورا میگه و نتنو، نتنو واسه سر تورا میگه و نتنو یعنی و دادن، و نتنو از اون ورش هم بکنی میشه چی؟ و نتنو از اول به آخر هم بخونی میشه و نتنو. و نتنو از اول به آخر، از آخر به اول هم بخونی میشه و نتنو. یعنی چی؟ ببین از هر دستی که بدی از همون دست میگیری خودت، فکر نکن داری میدی. تو اینم تو اسرائیل، تو اسرائیل یه نفر دنبال چیز میگشته، دنبال مثلا همین کلیه چیز بکنن، دونیت بکنن، رایت، بالاخره کسی پیدا میشه غریبه، حاضر میشه که این مچ بوده که بهش دونیت بکنه. میرن و چیز که میکنن، وقتی که میان اینا رو میخوابونن، دو تا عمل میکنن دیگه در آن واحد، اول این عمل میکنن یک کلیه ازش برمیدارن، بعد هم یکی خدا نیاره عمل میکنن کلیه بهش میدن. وقتی میان اون دونره را چیزش بکنن که ازش کلیه رو بگیرن، میبینن رو کلیه که میخواستن بردارن از این یه تومور هست، یه غده سرطانی بوده، اصلا خودشم نمیدونست. البته این کلیه رو به اون چیز نمیکنن. چیکار میکنن؟ نه، این خودش رو چیز میکنن، خودش خود جون خودش رو نجات میده. اگر این چیز نبود خودش میگن واویلا بود، اصلا خودش هم چی نمیدونسته. باروخش هم به موقع میارم، شاید بعدش دونیت میکنه یا نه I don't know، ولی meanwhile جون خودش رو نجات میده. و نتنو و نتنو نمیخواسته بده، در حقیقت گرفته. در هر صورت و از اقول هشم و تصر و هم میمتو بود هم یوشی هم یوچی هم مخوشخ و تسلماوت حقا دوش برو خوب. وقتی دهم به جای میرسه که میره جدن هیچ معوای دیگه بجز هشم نداره، هیچ جای دستش بند نیست. وقتی در اون گفتیم حتی منشه پادشاه از اسرائیل که ظالمترین شخص بود، ولی در لحظه آخر وقتی تمام بوتا را ذکر کرد و هیچ به مرادش نرسید، تفیلا خون از اعماق وجودش به عقادش برخو و یوتسی ام خوش اخفه سلما به تقادش برخو، خارجشون میکنه از تاریکی و از سایه مرگ سلما بد و مسروته هم یه ندق میاد و اون چیزای آهنین ازشون برمیداره، زنجیرها و اینا را آزادشون میکنه. مثل این روباشکین رفته روش توبت کرده برای این روباشکین الان همه جا داره میره، اصلا it's amazing که became such a hero. و اونجا چی گفته بود؟ گفته بود تمام مدت که من تو زندان بودم، چند سال؟ 8 سال و 8 روز و نواتبر زندانی بوده، گفت با زخوت خوبه تلوابوت و تفیلین با قدرت امونا باروخشم. سو چکار میکنن وقتی که حالا وقتی عقب دوش برخوی کسی ها از اون خوشخ و تسلماوت
نجات میده، چیکار باید بکنه؟ یودو لهشم خستو و نفلوتاو لبنه آدم، باید بره بخواهی گمل بگه یودو لهشم خستو، باید بره تشکر نزد و تشکر کو و نفلوتاو لبنه آدم، عجایبی که اقدوش برخو باش عمل میکنه رو باید بازگو بکنه. هر کسی من باش باید ببینه هشکاخا پراتیت و نیور کانستنتلی. وقتی اقدوش برخو هشکاخا پراتیت اندیویجوال پراویدنس با آدم عشق هشما میبینه، وظیفه داره که چکار بکنه؟ بازگوی بکنه، نه که هشم اینو لازم داره، ما لازم داریم. تو که ما رو میفرماید چندین نفر میتونستن مشیخ بشن ولی نشدن. یک کدومشون خزقیا و پادشاه اسرائیل. خزقیا و پادشاه اسرائیل تو گمارا میگه انقدر این صدیق بود میتونست مشیخ بشه. چرا مشیخ نشد؟ چون بعد از که هقدوش برخو سرش معجزه کرد، دشمن اومده بود اسرائیل و یروشلایم محاصره کرده بود. That's it. الان همین اثر رابطه بود. فردا تنیت محاصره است. این چیه تنیت داره؟ اثرها به تبت. بله. ولی اتفاقا برعکس فردا شام این عروسی هم هست. سعید شارون دخترش باروخ چند باید پسره نیست. اتفاقا از بعد پرسیدم گفتن هیچ مسئله نیست. No problem. حتی امشب هم کسی بخواد عروسی بگیره اصور نیست. بهتره نگیرن. چون شب تعنیته، ولی تعنیت از شب شروع نمیشه. همچون گفتیم تعنیت از مزه؟ نو کیتری اگر امشب بگیرن نو کیتری نه امشب میتونم بیدن اشکالی نداره. ولی فرشور فردا شب اشکالی نداره. خاطر که تعنیت تو اینه دارم از که تورا به من سعید دیروز گفت تورا میبرن اونجا که تعنیت تورا دارم میارن که اونجا تو هتل. ولی این تعنیت تعنیته به خاطر اینه، این که الان ما داریم چیز میکنیم چون یروشلایم محاصره شد. این تعنیت تعنیتیه که محاصره یروشلایمه. یروشلایم محاصره شد که بعدها این مقدمه خوربان به تبلیغ شد. سو خزو عملخ در زمان اونم دشمن یروشلایم محاصره کرده بود و اسرائیل شب پسخ هم بود، اصلا میدونین چیز نداشتن، هیچ امیدی نداشتن و قحطی هم شده بود، هیچی خوردنی نداشتن، بدترین شرایط. ولی اسرائیل همه با هم دیگه متحد بودن. تو این باره میفرماید در زمان خزو عملخ اسرائیل هم 6 نفر زیر یه پتو میخوابیدن، هیچ کدوم سردش نمیشد. چرا؟ چون هر کسی سعی میکرد پتو ها رو یکی بکشه نه رو خودش. اینقدر بین اسرائیل وحدت و یگانگی بود. مثل ما مثل این دوره است دیگه، هر کسی سعی میکنه پتو از اون بکره خودش بکشه. سو میفهمین که چی؟ که اینجا ولی اینو ناوی میاد به اسرائیل میگه ببینید، ناوی به اسرائیل میگه که هیچ وقت از فرج خداوند مایوس نشید. من به شما قول میدم انقدر فراوونی بشه که نمیدونم گندم بشه نمیدونم کیلوی انقدر و انقدر. این چند نفر هم جدا مسخرهش کردن. مسخره چی ها چیه؟ مگه خدا کار میکنه؟ آسمون رو باز میکنه؟ من پنجره آسمون رو جدا مسخره کردم. گفت ببینید خواهد شد و شما نخواهید دید. چی شد؟ شب ملاخ هشم اومد، اینا 180,000 فقط افسر بودن. اینا چقدر دیگه سرباز و اینا، ملاخ هشم اومد و یه مگفات انداخت رو اینا. اینا از بین رفتن و فرار کردن و اتسطر و جدن تمام آزوغه شد موند. و همونجور که ناوی گفته بود یه دفعه فراوانی شد و مردم حمله کردن. این چند نفر که ایمان نداشته بودن اینا زیر دستگاه مردم چیز شدن، له شدن، ندیدن، امونا نداشتن، ندیدن، مسخره کردن، ندیدن. سو میگن بعد از اون که اقدوش برخو این معجزه را در زمان خزقیا و عمل کرد، خوب بود بیاد تشکر کنه ازشه، ولی تشکر نکرد.
خیلی صدی بود تشکر نکرد به خاطر مشیخ نشد. اینجا هم داره چی میگه؟ یوتسی ام مخوشخ و سلمان به تو مصرته منتر. وقتی خداوند کسی نجات میده باید چکار بکنه؟ یودو لحشم خستو، باید نشمت بگیره و تبر، باید از خداوند تشکر بکنه. به نفلوتا و لبنی آدم تمام گفتیم برخای گومل از این میزبان تهیله میاد که وقتی آدم مسافرت میکنه هر وقت در خطر هست بعدش که به مقصد به سلامت میرسه باید اپریشیشن بکنه، باید تشکر از عقبش برو. خوب کشی بر دلتوت نخوشت و بریخه برزل دیده، چون عقبش برو خوب چیکار کرد؟ شکست درهای مسی و زنجیرهای آهنی ها قطع کرد. این سمبول اینه دیگه، یه نفر که بدونی در یک تنگنای قرار گرفته این هم مثل که زنجیرش کردن، هیچ stuck cannot move. و اینجا وقتی حقوقش برخون نجاتش میده باید چکار بکنه؟ باید ازشون تشکر بکنه. فعلا اینجا مقوبالی میگن که خوزیتسیون میگه اینجا این مسئله، این درهای آهنین و این زنجیرها از کجا پیش میاد؟ از خطای ماست. هم مسخیم شو بین آدم لبین قنو، اینها پرده های آهنیه که انسان کرییت میکنه بین خودش و آفریدگارش به خاطر خطا، به خاطر خطاهاش. بارها عرض کردم مقوبالی میگن که حقوقش برو خوب مثل یک آفتابه که مرتب داره میتابه، مرتب آفتابه داره میتابه، ولی کسی که مثلا توی خونه هست اگه پنجره‌اش کثیف باشه این نوره بهش نمیرسه، اون اشعه های نور مرتب داره میاد، منتها آدم باید پنجره‌اش تمیز باشه که نور را پذیرا باشه. همینطور همین آوونای ماست، حقوقش برو خوب گمل خسادیم تویم. خداوند عیناً مثل یک آفتابیه که مرتب داره میتابه و اگر نور به ما نمیرسه هسترپانیم هست، از ماست که بر ماست، آوونای ماست که چکار میکنه؟ بلاک میکنه، نمیذاریم به رخا برسه. اینجا چی میگه؟ کشی بر دلتوت نخوشت. مقوبانی میگن نخوشت ریشش چیه؟ نخاش. نخاش میشه مار. مار چیه؟ مار دادستان بر علیه ماست. مار از چی پیش میاد؟ از لاشون هاره. این نخاش لاشون هاره است. چرا؟ چون وقتی آدم لاشون هاره میگه نخاش تو شما این بیدار میکنه، دادستانه. کسی که لاشون هاره نمیگه، کسی که ممکنه هزار تا گناه هم داشته باشن، کسی که جدنش میاد تا لاشون میکنه از دهنش لاشون را در نمیاد، به خصوص تو کلیسا حداقل. نفر من گفت تو میگی چه خانم میان حرف میزنن، میگه حداقل تو کلیسا همینجوری که حرف میزنن، شاید تو کلیسا خورده یه ردشامن داشته باشه حداقل لاشون را نگن و همیگه فقط یه اسرائیلی یه چیزی از رؤسای بانک دیسکانت. میدونی شما کلیسای ارتدوکس چرا انقدر حرف میزنن؟ تقصیر خودتونه. ببین اگه زن و شوهر بغل هم دیگه بشینن با یه حرف نمیزنن، همه با یه قرار کلیسا سکت میشه. راست میگه؟ آره راست میگه؟ اگه زن و شوهر بغل هم دیگه ما حرف نمیزنن. So anyway, the problem is این نخاش نخوشت، کشی بر در توت نخوشت و بریخه برزل گیده یا نخاش شو همه قطرک لمالا و نوئل بفناو دلته هدین شلو تعور زعباتو. یعنی چی داره میگه؟ مقوبانه میگه این پاسخی که میگه که کشی بر در توت نخوشت و بریخه برزل گیده یا میگن که نخاش مقطرکه. نخاش چیکار میکنه؟ نخاش نمیذاره تفیلا ما به درگاه هاشم برسه. بارها گفتیم
بارها راجع به این صحبت کردیم، مرخم مقادوش هم میگه آدم خیلی هایی من اینقدر دعا خوندم، کوت فیلا خوندم، چی شد؟ مثلا دو آیه هشم مثلا تفیله من رو شنیده؟ The answer is کسی که لاشون رو رم میگه تفیلهاش بالا نمیره. کسی که لاشون رو میگه، کسی که با همین زبونی که داره تفیله میخونه به درگاه هشم با همون زبون لاشون رو گفته، این تفیلهاش اصلا بالا نمیره. So then we are surprised که چرا کوه اقدر تفیله خوندم، چی شد؟ تفیله خوندی فایدهش؟ مثلا فکر کنی یه ایمیل فرستادی واسه از اون چیز خراب اصلا نرفته، just failed سایی میزنه فیل، دیدین؟ میخواییم مثلا ایمیل بفرستیم right. fail doesn't go anywhere. اگه نرفت what do you expect so this is نخاش لاشوناره است، نخاش سمبول لاشوناره است. و فقط هم لاشانه دلیل میشه که تشکیل آقا بوده، چیزای دیگه هم هست ولی یکی میجرش اینه، میجرش لاشانه راست. و میگن که میگن ببینید وقتی که کسی، ولی از اون طرف مثبتش رو صحبت کنیم، کسی که جدنش میره تلاشون میکنه که لاشانه را نمیگه، اون وقت دهن ستان رو میبنده، میدا کنه گد میدا، تو دهنو بستی عقادش برخو هم دهن ستان رو میبنده. وقتی ساتان نباشه که چیز بکنن چی میشه؟ وقتی ساتان نباشه که تروب بکنه بیاد دادستانی بکنه، کیسش از بیت دین شامعی میره دست عقودش برو و خداوند is a loving father. دست خودمونه، دست خودمونه که جاج ما هشم باشه یا بیت دین شلمه رو باشه. کسی که لاشان رو میگه که متاسفانه اکثریتمون این چه لاشان را آلوده هست، نمیشته ال هدواری مشهد هستیم بفینه کل اسرائیل ال آبا لاشان را، حداقل قبار لاشان را این متاسفانه همه گریبانگیرش هستن. و بسه امن یکی از علل اصلی که آدم جدن فیل لکنه چقدر تفیلا بخونم، همه من میگم چقدر تفیلا بخونم، همشه بشون میگم ببین اگه مشاربون را باشالون با اون مقامش 515 تا تفیلا خوند، تازه نصف تفیلاش قبول شد، ما باید 515 بیلیون تفیلا بخونیم. ولی the painful news is که هر چقدر اونم بخونی، اگه آدم این شمیلت لاشون نمی کنه، مواظب حرفاش نیست و لاشون را هر نوع حرفی که واسه یک دفعه چه شخص دیگه مضر باشه لاشون را هست، هر نوع صحبتی راجع به یک شخص که واسه اون شخص این مضره، این لاشون را هست. اگه مضر بجو... نباشه نیست؟ بله؟ اگه مضر نباشه فقط یه خبر توش، مثلا چه خبری؟ اون ما تورا رو پاره کرد، این لاشان را نیست. نه ببینید راجع به این نفر، ببینید اصولا میدونیم خافت خیم میگه که راجع به آدم ها حرف نزن چون خطرناکه، چون وقتی آدم ها میگه آه فلانی چه آدم خیری، چه آدم خوبی، چند تا میگن بگه ولی آره واسه این، چون ولی میاد تو کار اگر هیچ اشکاری نداره که محسنات مردم ها بگن، معمولا اشکاری نداره، اونم البته هست، میگه مثلا فرام میاد تو شهر میگه فلانی خیلی مهمان نواز، مهمون دیگه واسش میفرسته، اونم لاشون را هست، شاید دوست داره، ولی اصولا بهتره که آدم راجع به آدما حرف نزنه. ولی میگن زن و شوهر میشه که با هم راجع به یه نفر صحبت کنن. چرا اونم میشه؟ آره خب بابا یعنی صحبت کنن که یعنی صحبت ببینین چیزی که خانم احدیت میگه یعنی چیز داره که زن و شوهر با هم دیگه
یه چیزی اگه مثلا جدن داره منفجر میشه، معمولا خانم ها بیشتر چیز رو یه چیزی با شوهرش درد دل بکنن و به شرطی که شوهر فاکتور بگیره، شوهر مثلا چیز خانمش را قبول نکنه که چون خانمش داره میگه این امته، اون وقت یه چیزایی داره که به شرطی یا برعکسی با مادر چی؟ رفه با مادر خب ولی میدونی که اینا نمیرن حرف شما رو بکنی. What's a purpose؟ اگر نگی بهتر. اجازه نه ببینیم لاشون هرم همچون گفتیم هر حرفی که زده میشه واسه اون شخص مضر باشه این لاشون هرم هست. مواردی هست که مجاز، مواردی هست که میتوه هم هست، لاشون هرم نیست. اگه مثلا گفتیم بارها میخوام موضوع ازدواج، موضوع نمیدونم میخوام در فرماندگی شریک بشن و ما میدونیم که این شخص مثلا آدم درستی نیست، اون وقت وظیفه داریم که بگیم این کنستراکتیوه. ولی معمولا مثلا فرض کنیم چیزی خیلی تو روابط خانوادگی اینا پیش میاد، عروس، دوماد، این، اون و اینا، معمولا لاشون رو هست. مگر اون که خواست خواهی میاره یه چیز هست توالت که جدن اگه مثلا فرض کنیم زنه یا شوهره حداقل با زن و شوهر با هم دیگه درد دل نکنن منفجر میشه، اون وقت یه چیز هایی مثلا میتونن با هم دیگه اینقدر نزدیکه، نمیدونم مادر بود بیده سیم ثینگ، این زن و شوهره که یکی هستن، زن و شوهر طبقه علاقه میدونی این شو که گفت طبقه علاقه نمیگه مادر و بچه یکی هستن، طورا میگه اشتو که گفتم زن و شوهر یکی هستن، اونجا با هم دیگه درد دلی بکنن و اینجا هم ایست توالت که حداقل یه خورده سبک میشه، به شرطی که طرف مقابل که شنونده هست حلقه رو میدونه و میگه که ببین چیزی که داره میگه من فقط دارم گوش میکنم، فقط مثل که این جوش نگیره، ولی I don't take it as a fact یه جورایی میشه زیر سیبیده. آدمایی که باطرام درد دل اینجوری میکنن میشه ما هم این کارو بکنیم فقط گوش کنیم چی نگیم؟ Sometimes people they want to talk to you, right? I think the best thing would be let's talk about something else. That's what I know. خیلی بعدشون میاد. من شروع میکنه. بعضی هستن به پینات آلرژیک هستن. میگه من I'm allergic to nuts not to peanuts من I'm allergic to لاشون هرم، من I don't want to hear، من نمیدونم ایزی بهش ازش بپرسیم ببین این آیا این صحبت ما constructive؟ نه بهش بگیم I don't mind maybe you're right I don't know، ولی حلقه اینه که اگر صحبت تو constructive I would listen to you، من آیا راجب این کسی که میخوایی به حرفی بزنی could I do anything about it؟ Then it's constructive. اگه طرف میاد بهشون شکایت میکنه فلان این کاری که اوکی فاین. What do you do with this information? If you are اگه مثلا مثلا تو کلیسا اتفاق میفته طرف میاد به من میگه it's good. من میرم به طرف میگم بیام این کاری نکن. مردم چیز میشن فلان میشن it's constructive. So your question چون ببینیم بهشون ببین I love you I want to ولی ببین این کاری از دست من برمیاد. اگه فکر میکنی که صحبت تو با من که من بتونم راجع به کاری بکنم به من بگو. من وقتی حرف عوض میکنم That's the best. او راستی روز رفتی اونجا چه خبر بود مثلا؟ اونم لاشون رو نه مثلا هفته بود کلیسا مثلا شعور بود یه چیزی I changed the subject. یه کار دیگه میشه که خودتون رو به خواب بزنید یعنی در خواب جمعه چورت با آدمی که خوابه هیچ کس لاشون رو نمیگه. I'm sorry, but I'm really not, you know. Anyway, by telephone, by telephone, Adam, change the subject. Oh, that's right. This is what I do. That's beautiful. Oh, baby, I have a moment. Can I call you back? Duruham, daram migam. It's okay. It's okay. خط داره نزاق دو شوخه داره مسیج میده گوش نکنه شد. This is what I do. Yes. You guys can say sorry, I have a line. Can I call you? اونا که با سایکولوژی میرن حرف میزنن اون مشکل نداره. میرن دردشون میگن. خب اون ببینین اون توالته. اون بنفیشال کنستراکتیو. حالا اون سایکولوژیسته اگه تراپیسته اگه آدم امونا و مذهب داشته باشه
اون باید به خودش ریزالو بکنه که حرفایی که این میزنه را I don't take it as a fact right. این داره من فقط کمکش میکنم که سبک بشه اتسا چواره I have to ask my wife what does she do anyway so میفهمین که چی پس بنابراین یادمون باشه که شیبر در تود نخوشت و بریخه برزل گیده نخوش آوونای ماست که چیکار میکنه این چیزها را کرییت میکنه این زندانها را کرییت میکنه خطاهای ماست که فاصله ایجاد میکنه بیاره ما عبا گوش بارو خوب خداوند is a loving father که مرتب داره اون چیز انرژیش به ما میرسه اگه نمیرسه پنجرهای خودمون رو باید تمیز بکنیم وقتی پنجرهای خودمون تمیز باشه به عزتشم اون نور بخش پرکرم عقادوش برخو به همه رو انرژایز میکنه سو این کتاب خیلی خوبیه دفعه ما میخونیم از این گفتم I found it گفتم خیلی این Love and Respect for Other People ببینید این کتاب اسمش چیه My Father My King اینجا connecting with our creator لازمه ترجمه کنیم ها همه فکر کنم hear your father your king گوش کن ببین خداوند تو چی میگه imagine حقودش برو خود داره به ما چی میگه love and respect all my children خداوند میگه ببین همه بنده های خدا بنده های بچه های من هستن جالبه دیروز بود فکر کنم یه راو جوان هست تو چیز تو ولیر بای هورویتس نمیدونم بشناسیم شنن اینو من اینجا تو آفیس من داشتم صحبت میکردیم بعد معلوم شد که این برای بایدو بگه یه را ما تو یروشیما داشتیم خیلی باش نزدیک بوده گفت I felt like من بهش گفتم من خیلی به نزدیک بودم این مثل پدر من جدا من گفت اه منم خیلی بهش نزدیک بودم پس ما برادریم اگه این واسه دو برا خواهیم مثل پدر بوده so that makes us brothers so اینجا هم خداوند نگه ببین همه بنده های خدا بچه های من هستن میگه که چی love and respect all my children have a deep and profound sense of respect for each person you encounter با هر کسی که مواجه میشی چیز داشته باش واسهش احترام داشته باش the person to whom you are talking is created in my image این انسانی که میبینیم این ایمیج من توش هست نشامه داره نشامه ایمیج عقادوش برو خوه by being respectful towards every single person created in my image you are respecting me وقتی به آدم های دیگه احترام میذاری در حالا داره به من احترام میذاری love others as yourself کسای دیگر مثل خود دوست داشته باش همون جوری که چقدر وسط پینفوله که راجب تو لاشون رو میگن میخوام راجب اون لاشون رو بگی اونم واسهشون پینفوله the more you focus on the good qualities of each individual whom you encounter هرچی بیشتر تمرکز رو کنی روی چیزهای مثبتی که روی این کسی که باش مواجه میشی the greater will be your positive feelings towards the person with some of my children right میگه که doing so will be easy میگه واسه بعضی از بچه های من خیلی آسون خواهد بود که تو متمرکز بشی روی چیزهای مثبت و پازیتیو right do so even when it's difficult ولی نه بعضی از بچه های من خداوند میگه they're difficult people it could be your husband it could be your mother-in-law بعضیشون they're not easy بعضیشون they're difficult identify with other people and you will feel an increased love towards them همیشه سعی کن خودتو جای کسی دیگه بذاری ببینی where do they come from realize that you and others are all souls and have one creator فراموش نکن همه تون یه خدا دارین when you experience love towards others your feeling is reciprocated وقتی تو به کسای دیگه به سنر love نشون میدی اونا هم چکار میکنن
که مایم پنیم الپنیم، که مایم پنیم الپنیم، آدم باید بدونه که همیشه رایت شلومه ملخ، شلومه ملخ تو میشله میگه که مایم هپنیم الپنیم کاخ لب ها آدم الادم. میگه ببین همون توی وقتی میری جلو آب عکس خودت منعکس میشه تو آب، همینطور قلب های مردم هم آینه ای هستن که احساسی که تو نسبت به کسی دیگه داری چی میشه؟ همون احساس تونه نسبت به تو ایجاد میشه. If you truly love your husband is going to truly love you. If you hate your husband, he's going to hate you. And the same is true about mother-in-law. Inshallah, همه mother-in-law هستن که they're amazing. شما تازه؟ به بتخولیم شی با اینجا بودیم گفتن؟ مال کلیات. آره؟ Yes. فهم بن ایشخای This is a beautiful mashal. مش beautiful mashal. بن ایشخای میگه یه دفعه رجوع همین اینکه تو میشله میگه کمایم اپنیم الپنیم، میگه همونطور که آدم به صدا چهره خودش منعکس میشه تو آب، همینطور هم قلب ها آینه هم دیگه هستن. بن ایشخای میگه یه دفعه یه دهاتی که اصلا به عمرش هیچ وقت میدونین هیچ چیزی از دنیای متمدن ندیده، اصلا imagine مثلا توی جنگل آمازون بزرگ شده، بعد فامیل داشته تو پای تخت میره اونجا اصلا یک میره اینو تشنش بوده آب میخواسته، بهش میگه ببین اونجا یه چیز هست برو آب، میره اونجا میگه آب اونجا نیست، این عادت داره آب یه چشمه آب میره از آب میگه یه نه اینجا لوله کشیه، لوله رو باز میکنی آب میاد، واو بیگ نیوز، میشینن غذا بخورن. به میشخن میگه که طرف اصلا ایش وقت قاشق و چنگال به عمرش نهیده بودن، میشه شروع کنم قاشق و چنگال خودش خونین رو مالی میکنه، بلد نیست. بعدن میبینه میگه میخواد میخواد خواهی استراحت کنی، میفرستدش یه گسترو مثلش درست کرده بودن، میگه برو اونجا، میگه اونجا بینه واویلا سر و صدا میاد چیز میاد، میگه چی شده؟ میگه من کجا فرستادی؟ میگه اینجا چی شد؟ میگه من این به عمرش آینه ندیده بوده دهاتیه، میره اونجا اصلا خودش هم میگه این یه دیوونه اینجا گذاشته توی اتاقه با من دارم اصلا چی لباسه چی چیزی بیدون نگاه اینا، من دستشو بلند میکنه من بهش نهیب میزنم، به من نهیب میزنه، کل من دیوونه کی گذاشته اینجا؟ میگه ببین این انعکاس خودته، ببین میگه چی میگه؟ میگه بهش لبخند بزن، لبخند زن، میگم بهش لبخند زن. سو بنیش خواهی میگه This is exactly جز شما ملخ میگه کمایم اپنیم الپنیم، مثل آب که دارم نگاه میکنی انعکاس خودتا میبینی میرر ایمیج، قلبا هم دقیقا همینه، وقتی دارم نسبت کسای دیگه عشق داشته باشه اونا هم چیکار میکنن؟ اونا هم بهش لبخند میزنن، یعنی اون آینه آدم های دیگه. بله، و این آینه قلب خودمونه، آدم جدا احساسی که نسبت به اینا میگن همینطوری چی شد که دفعه یعقوب و عصام ماده یعقوب بکشتش، چی شد که دفعه به هم دیگه رسیدن یه رو بغل کردن؟ چون مفاشی میگم یعنی یعقوب اینا اون دوه هی داشت میرفت پیش برادرش میگفت درست که برادر اومده بخواد اونو بکشه، ولی خب برادرم حق داره، خب دیگه این احساس میکنه من آدم نخوسادگی ازش گرفتم، اینه گرفتم اونه گرفتم، مماش تو قلب خودش یعقوب اینو نسبت به عصام پوزیتیو چیز کرده، اینا دفعه میگفت من دیگه بغل کردم، چون وقتی این تو قلب خودش عشق کرییت میکنه اونم آیلشه، اونم آیلشه. حالا پرکتیس دیس وید یور هازبند، پرکتیس وید یور مادر این لا، دیگه کی نمیدونم کی نقامتون میده، نیبرتون نمیدونم، نه با اون خشمش هیچ کی با اون خشم اعلان با این نفر هستن که واقعا خودش از لحاظ زندگی ناراحت
کننده ای داره، تلخه، ولی شما بهش هست هم چه چیزی؟ همش بهش محبت میکنین، چیز میکنین، ولی خب آیا هنوز تاثیر داره؟ صد درصد شما محبت میکنین، yes, yes, yes. نه یعنی تاثیر واقعا شلومه ملخ میگه، من نمیگه شما میتونه انعکاس داشت، یعنی شلومه ملخ میگه کمیم اپنیم الپنیم داره میگه، خودتون برو خشم دودی از تفتخی از مشله تلمده زی مفرشیم ولی باید مثل یعقوب آوینو حتی با عصاو داره مواجه میشه بگه خب ببین این که این داره اومده بخواد منو بکشه حق داره، من این کاری کردم، من اون کاری کردم، البته خب من این حرف مادرم رو گوش کردم چیکار کنم، ولی خب از جایی که عصاو where he comes from من ازش نخوصاد یکی گرفتم براخار ازش گرفتم چیز کردم، یعنی متاسفانه ما نمیتونیم مثل یعقوبینو این انگشت تقصیر همه جا راحت میگذره جز اینجوری نمیشه، خودمون نمیخواییم بلیم در افایی که شما اینجوری میکنی یکیه ولی سته شنوز بخواییم، بله that's right. خب دوتا ملخای شبات بخونیم و شالوم علی اسرائیل راجب توخن صحبت میکردیم، توخن میشه آرد کردن، گفتیم سالاد شیرازی خیلی ریز درست نکنیم و همین چیکار کنیم درست قبل از غذا، یادمون نره قبل از غذا، راه نمیتونیم مثلا شب شبات سالاد درست بکنیم واسه تا صداش نشید حتی اگه زیاد اومد اومد، بعد میفهمین این توخن اخر توخن، یعنی آرد کردن بعد از آرد کردن نداریم، یعنی چی؟ یعنی چیزی که اگه مثلا این دفعه آرد شده بعدن چسبیده به هم دیگه میشد مرتبه چیزش کرد خوردش کرد، بنابراین مثلا فرض کنیم ما میتونیم روز شبات میخواییم چیز داریم مرغ داریم، بعضی هم دارم مرغ داریم، یعنی فهمه میشنستم تو سانتا باربارا یه فارم بزرگ داره چیز داره، بعد میگفت این آتش ها که بانه رفتم اونجا گفتم بذاریم من برم راش ندادن رام ندادن، گفتم بابا مرغ هم اونجا می ماشالله این بعضش خیلی خوبه بگذاریم، ولی کسی که چیز داره باید اینا رو فید بکنه، بارها گفتیم کسی که چیز داره اگه نه پت تو خونه نگه نداری، حالا روز شبات مرغ داره میخواد مرغاشو نون دونه بده نون بده، آیا میتونه نونا ریزه ریزه کنه خورد کنه بریزه جلو مرغاش؟ بله. ها؟ چرا؟ میگه اول آرد بوده. آفرین، چون آرد بوده اوردی گفتیم این توخن آخر توخن، یه مثلا نمک مثلا یه شکر بعضی وقت نمک شکر اینا بسته میشه، آیا میشه؟ میگیم توخه نمیشه کرد، آیا میتونیم شکره یا نمکه را خوردش کنیم؟ بله. چرا؟ این توخن آخر توخن باشه. چون یه دفعه این آرد شده آسیاب شده الان دو مرتبه آسیاب کردنش مسئله نیست، این توخن به اخالین الا بگیدونه قرقم، توخن فقط چیزی که از زمین گرو میکنه است، ایناست که نمیشه، مثل گندم، جو، شکر، شکر، آرد، اینا همش گلوله غرق است، ولی میفرمایند که موتار لختخ به سکین بسر و گوینات و با دک دک، برای که مثلا بخوان گوشتا مثلا بخوان روز شبات دیزی درست کنن، سیب زمینی شیز پراو، ولی گوشتش رو بخواهن گوشکوب چیز بکنن اشکالی نداره، چرا اشکالی نداره؟ چون گوشت گیدوله غرقه نیست، گوشت با گندم و چیزی که از توخن ملخیت توخن آرد کردن و چیزی که از زمین گرو میکنه است، گوشت از زمین گرو نمیکنه، یا مثلا بخواد تخم مرغ له بکنه اشکالی نداره، گفتیم حتی میشه تخم مرغ هم گفتیم از اگ سلایسر هم میشه استفاده کرد، ما هفته گفتیم you could use egg slicer on Shabbat، چه عجب سلایسر ز کلیت خینه، ولی تخم مرغ گیدوله غرقه نیست، ولی با همون سلایسره نمیشه سیب زمینی یا چیز بکنیم یا خیار بکنیم یا موز یا خیار، چون اونها گیدوله غرقه هست، میخوانی امتحان بذاریم بعد چندی بکنیم
میشه. امتحان بزنیم. یاد گرفته چی؟ ولی ببخشید آقای، سالاد شیرازی یه دستگاهی هست که وقتی که این خیار یا رجاه رو یا پیازه رو روش میذاریم اینو میبندیم روش رو و میذاریم نمیشه، روشن نمیشه اینا ولی تیکای بزرگ دو تا حاله داره، یه تیکای کوچیکتر یه تیکای بزرگتر. تیکای بزرگترش رو میگه میگن میشه مثل اینکه نمیدونم. My son in law uses it. من فکر کردم که نمیشه. بچه فرق چون کلی چون ببینین ما قانون گفتیم با کلی با مثلا ما گفتیم که چی بهتره که سیب زمینی بادمجون اینا را با وسیله مخصوص نکنن، با چنگال لهش کنن. یا مثلا اگه کسی میخواد مثلا فرض میخواد دیزی درست بکنه، یکی اصلا کسی درست میکنه نمیدونم، گوشتش ها میشه با گوش کوبم زد، ولی سیب زمینیش را با یه بطری آبجوی چیزی باید چیز بگیره با کلی مخصوص نکنه. ولی این اگه تیکای بزرگ باشه پرابلی تاکه دیگه. چی؟ ملخ دلاش. روز شبات نمیشه خمیر درست کرد، میدونن همه هنوتن مایم که مخوم گبل هریز و اوور مینه تو رای ملخ دلاش رایت نتینت روتو و تفشیل نتارتت روتو لتفشیل مروسک بونه تپوخه ادمه مروسکیم. حالا اینجا آیه میتونیم مثلا فرض کنیم خیلی دوست دارن روز شبات تخمرگ و سیب زمینی و بادمجون اینا را رایت لهش میکنن، سو آیه میگن که آیه میشه روش مثلا چیز خیلی دوست دارن میخوان مثلا چیزه خلیف بریزن روش، کچاپ بریزن روش، آیا وقتی این کاری بکنن this is concepts خمیر درست کردن یا نه؟ میگن نه اشکالی نداره. و حتی هم بزه کشه میشه به دوار مبوشال اینی سوتو خیل رایت سکاخی هم این شم لیشال هم میگیم چون این چیزی که پخته شده از اوردی. ببینین لیشا رو چیه؟ لیشایی که از تورا سوره که مثلا بیان آرد بگیرن با آب قاطی بکنن. آرد چیه؟ راست آرد نپخته است که چیزش بکنم. بنابراین اینجا چون پخته است میگن اشکالی نداره، یعنی میشه کچاپ بریزن یا چیزهای خریف تند بریزن روی مثلا تخم مرغ بادمجون که لهش کردن اشکالی نداره. دیگه چی؟ موتار لعرف شمن لیمون مایونز و خمس سالات یراکوت اخدوخ دک دک. میتونیم مثلا اگه سالات درست کردیم و بخواییم چی بهش میگن؟ دریسینگ بهش برسیم رایت منتاج. و میفرماین اینجا اینم باز مسئله لاش اینجا نیست و میشه سر دریسینگ به سالاد اضافه کرد. بوده باد مایونز. دفعه من تو بالتیمور بودیم، ما توی تازه ازدواج کرده بودیم، یه خانمی زن سیاهی بود میاد کمک میکرد. من آمدم خونه گفت Your wife has no mayonnaise. چی میگه این؟ گفتم یعنی مینرز به انگلیسی میشه اتیکت، ادب نداره. گفتم what are you saying؟ گفت don't you understand؟ your wife has no manners. بخواست بگه مایونز no manners anyways مایونز. آیا میشه مایونز اضافه بکنن؟ میفرمایند که موتار لعرف مایونز تعرض شد خود طبقه ادامام و این به زمشون لاش. میگیم که این مثلا خیلی مثلا تونا فیش فکرن مایونز میریزن و اینا این لاش محسوب نمیشه. چرا؟ مثل خمیر کردن نیست، چون تیکاش معمولا بزرگه کوچیک نیست. ولی مثلا خیلی خیلی تونا فیش رو مثلا له کرده باشه اون وقت مثلا اینقدر ریزش کرده مثل آرد که هیچ کس نمی کنه، اون وقت جدا نمیشد بهش مایونز اضافه کرد. پس سالادوگی کسی میخواد تیکای سیب زمینی و تخم مرغ داره وسط شواد میخوای یه دونه پتیتو سالاد درست کنه با خیار شور و پیاز و از این چیزا، ممکن است که خود اگه تیکه‌هاش شاید that could be a problem. نمیدونم چون سیب زمینی لهش کرده اوردی، لهه پخته است اوردی، ولی درصد پخته right. پرابی چون پخته است از همه پرابی میشه تیکه یعنی میتونن سالاد اولویه بخواد درست کنن روز شبات
اینجوری اشکالی نداره. اوکی.